سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو میخواییم بریم با همدیگه یه سری از ترفندهای کاربردی PS22 رو یاد بگیریم و جدای اون یه سری از حرکتهایی که توی PS22 خیلی ازش استفاده میکردیم و طرفدار داشته شو الان توی PS22 خیلی ها میگن که حذف شده، اما حذف نشده و فقط مدل اجرای اون حرکت عوض شده. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و به دردتون بخوره. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. اول بریم سراغ مزخرف‌ترین و چرتوپرت‌ترین حالتی که توی PS22 وجود داره، یعنی همون دایره‌ای که زیر پای بازیکن‌ها هستش و وقتی که شما مثلا دارین آفلاین بازی می‌کنین، می‌خواید پاس فیلم بازیکن بغلتون، حریفتون می‌فهمه و سریع توپتون رو می‌گیره. می‌خوام ببینیم که چجوری می‌تونیم اینو خاموش کنیم. شما فقط کافیه که اگه وسط بازی هستین تو بازی رو استاپ بدین و بعدش بیاین داخل سلکت ساید یه بار مثلث رو بزنید و دوباره مثلث رو بزنید، بیاین پایین و دایرکشن گاید رو خاموش کنید. البته من بهتون پیشنهاد می‌کنم که تارگت گاید هم خاموش کنید که توی بازی بتونید بهتر لذت. مورد بعدی یه دریبلیه که خیلی طرفدار داشت توی PS21 و خودم هم به شخصه خیلی ازش استفاده می‌کردم. دریبل اینجوری بود که شما به بازیکنتون پاس می‌دادین و قبل از اینکه بازیکنتون توپ بهش برسه R2 رو نگه می‌داشتین و بازیکن توپ از لای پاش عبور می‌کرد و از اون طرف می‌رفت سراغ توپ. اما توی PS22 یا همون این فوتبال این حرکت خیلی‌ها میگن حذف شده که حذف نشده و فقط روش اجراش فرق کرده. روش اجراش توی PS22 اینجوریه که شما پاس می‌دین به بازیکنتون و قبل از اینکه توپ به بازیکنتون برسه عین PS21 همه هاتون رو ول میکنید و فقط آنالوگ سمت راستتون رو میگیرید به سمت پشت بازیکنتون و اینجوری میتونید اون حرکت رو بزنید و ازش لذت ببرید. بریم سراغ حرکت بعدی. مورد بعدی که خیلی توی PS22 عوض شده و خودم به شخصه اولین بار که داشتم PS22 بازی میکردم فکر میکردم این حرکت نیستش، پرتاب اوت بلنده. پرتاب اوت بلند توی PS21 اینجوری بود که شما زبدر رو میگرفتید و خب اگه زبدر رو کم پر میکردید نزدیک مینداختش و اگه زبدر رو کامل پر میکردید به سمت بازیکنی که دورتر از شما بودش مینداختش اون پرتاب اوتو. اما توی PS22 اینجوری نیستش و شما اگه زبده رو تا آخر هم پر کنید به بازیکنی که نزدیک شماست پرتاب اوت انجام میده، اما اگه بخواید پرتاب اوت بلند انجام بدین باید با استفاده از دایره و پر کردن کامل دایره پرتاب اوت بلندتون رو انجام بدین. مورد بعدی که توی PS22 برخلاف PS21 خیلی تفاوت داره سر توپه که باز هم دوباره اینجا خیلی ها میگن که سر توپ حذف شده، اما سر توپ همچنان هستش و اینجا فقط نحوه حرکتش فرق میکنه. توی PS21 اینجوری بود که شما مربع رو میزدید و در آخر زبده که حالت سر توپ میگرفت، اما توی PS22 اینجوریه که شما اگه بخواید سانت کنید یا حتی پاس بدین یا شوت کنید بعد از زدن هر کدوم از این دکمه فقط کافیه که R1 رو بزنید که همون حالت سر توپو میگیره. اما به نظر من این مخلوطی از سر توپ و سوپر کنسلیشنه که حالا توی PS22 ما فقط همین رو داریم واسه یه زدن سر توپ. اینم گفتم که یه چیزی گفته باشم دیگه. توی PS21 اینجوری بود که شما اگه می‌خواستین از دروازه شوت با ارتفاع زیاد بزنید R2 رو نگه می‌داشتید و دایره رو تا آخر پر می‌کردید، اما توی PS22 یا همون این فوتبال این حرکت اجراش تغییر کرده و اینجوری شده که شما برخلاف اینکه اونجا R2 رو میگرفتید و دایره رو پر میکردید اینجا باید L1 رو بگیرید و دایره رو پر کنید و به این ترتیب میتونید شوت با ارتفاع بلند بزنید توی PS22 یا همون ای‌فوتبال. توی PS21 چیزی به اسم بدن گذاشتن وجود نداشتش که بازیکن شما توپ زیر پاش بودش، بازیکن حریف میومد توپو ازش بگیره، شما بدون اینکه کاری انجام بدین خودش بدن میداشتش. اما توی PS22 اینجوری نیستش و شما مجبورید که به صورت مانوال یا دستی این کارو انجام بدید. توی PS22 اینجوریه که شما اگه میخواین بدن بذارید حتما باید L2 رو بگیرید که اگه بازیکنتون توی حرکت هستش یا بازیکنتون ساکنه شما با گرفتن L2 میتونید بدن بزنید و به همین راحتی توپو تقدیم به حریف نکنید. اما مورد بعدی که خیلیا فکر میکنن حذف شده باز دوباره اینه که دروازه‌بان توپو بندازه زمین، که این رو توی PS21 واسه شما اینجوری بود که دو بار R1 رو میزدید و دروازه‌بان توپو مینداخت زمین. توی PS20 هم اینجوری بودش، اما توی PS22 یا همون ای‌فوتبال اینجوریه که شما باید با زدن دو تا R2 توپو بندازین زمین و دروازه‌بانتون بعد از این کار میگیره به همون حالت معمول توپو میندازه زمین و میتونید حالا کارهای دیگه باش انجام بدید. اما موردی که توی PS22 یا همون این فوتبال پلیرای PS21 توش گیج میشن اینه که چجوری میتونن آنالوگ رو به جهت تغییر بدن و جهت رو به آنالوگ تغییر بدن. شما اگه وسط بازی هستین بازی رو استاپ میدین و بعدش میایین توی سلکت سایت مثلث رو میزنید و بعدش میایین آخرین گزینه پلیر موومنت رو انتخاب میکنین و با زدن زبده روی اون گزینه از آنالوگ به جهت میرین و از جهت به آنالوگ میرین همین. اما باز دوباره یه سری از شوت هایی که من خودم فکر میکردم که حذف شده این بود که فکر میکردم شوت کاتدار حذف شده توی ای فوتبال، اما اینجوری نبود و بعد از اینکه یکم بازی کردم فهمیدم که شوت کاتدار از R2 حذف شده و اومده روی R1، یعنی شما باید R1 رو نگهداری بعدش مربع پر کنید، یه چیز چرت و پرت. و برای آخرین مورد اینو بهتون بگم که اگه نمیدونید از زبدر دفاع کردن خب تغییر کرده توی ای فوتبال و اومده روی L2، اینم گفتم که بدونید همینجوری ویدیو پر بشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه که از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. فعلا تا ویدیوهای بعدی.